نزاع بین سپاه پاسداران و بنیاد برکت تحت کنترل بیت رهبری در واردات کیت تشخیص کرونا در رسانه‌های بین‌المللی از جمله فاکس نیوز آمریکا نیز بازتاب پیدا کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شپوئل عباسی. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز میگوید وزارت بهداشت، سپاه پاسداران و بنیاد خیریه برکت وابسته به آیت‌الله خامنه‌ای به ارتکاب تخلفات و فساد اداری در جریان واردات تست‌های ویروس کرونا از کره جنوبی متهم شدند. در همین حال بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران با شناسایی نزدیک به 1500 مورد ابتلا به کرونا، تنها در 24 ساعت گذشته آمار مبتلایان به این ویروس به 103135 نفر رسیده است. ضمن آنکه آمارهای منتشر شده از داخل ایران از جان باختن 68 نفر در روز پنجشنبه حکایت دارد. اما کنشگران مدنی فعال در این حوزه این ارقام را بسیار فراتر می‌دانند و می‌گویند پرسش روزانه آنها از سازمان ثبت و احوال کشور در خصوص انتشار آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در دو ماه گذشته بی پاسخ مانده و همین امر تجسم درست و دقیق از وضعیت ایران در مواجهه با کرونا را با مشکلات جدی روبرو کرده است. سازمان ثبت و احوال میگوید ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران که زیر نظر دولت کار میکند اجازه انتشار آمار را نمیدهند. شپوئل عباسی، صدای آمریکا.